خوش آمده این هموطنان عزیز، آرزو هستم همین گونه با ما باشین، ما رو تنها نگذارین. خوشبخت را میماندار هستیم آقای حسن محیبی با ما هستن که ایشان مسئول مجمع علمی افکار جوانان معاصر هستن و بیشتر صحبت ها در مورد فعالیت هایشان که در مجمع علمی افکار جوانان صورت گرفته یا هم انجام دادن بیشتر صحبت را خواهیم داشت. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین آقای محیبی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند رؤوف و مهربان. سلام خدمت شما، خدمت همکاران عزیز و سلام خدمت همه هموطنان عزیز، مخصوصا کسانی که بیننده برنامه هستند. ممنون شما از اینکه تشریف آوردین. خب میخوایم بیشتر در مورد فعالیت هایتون از شما بشنویم. تشکر. قبل از اینکه روی فعالیت ها بپردازیم، یک اشاره کوتاه در قسمت تاریخچه تأسیس مجمع میخوام یک اشاره بسیار کوتاه بکنم. دقیقاً در سال 2014 ما با تعدادی از جوانان تحصیل کرده، متعهد و با احساس، بدون در نظر داشت محدودیت های قومی، مذهبی، لسانی و منطقه‌ای، همه زیر یک چتر واحد به نام مجمع علمی افکار جوانان معاصر دور هم جمع شدیم و کاری جمعی و هماهنگ بر مبنای خرد جمعی و اصول تعریف شده را انتخاب کردیم. بسیار. که گام های اولی ما با اخذ جواز رسمی از وزارت محترم عدلیه و ساختن پلان و پالیسی و دارنمای مشخص برای آینده مجمع برداشته شد که سپس خوشبختانه با استقبال گرمی دیگر جوانانی هم فکر و هم اندیشه ما همراه شد و سرانجام یک جریان منظم با برنامه و هدفمند شکل گرفت. بسیار خوب. خب بیشتر تا اکنون چقدر فعالیت های زیاد داشتین و در کدام راستا بیشتر فعالیت هایتان بود؟ قسمی که از نام نهاد هم پیدا هست، مجمع علمی و فرهنگی، فعالیت های ما هم بیشتر متمرکز در بخش علمی و فرهنگی بوده. در مدت نزدیک به 8 سال فعالیت، برنامه های ما بیشتر متمرکز در بخش علمی و فرهنگی بوده. در قسمت خب در کل برنامه های ما تلاش به این بوده که مطابق با ضرورت ها و نیازمندی های جامعه برنامه ریزی شود، تنظیم شود و تطبیق و عملی شود. شما می دانید که یکی از ضرورت ها و نیازهای هر جامعه مطالعه، تحقیق، آگاهی است. ما با توجه به این ضرورت مسابقات بزرگ کتابخانی را به هدف ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخانی راه اندازی کردیم. در مجموع ما 4 دوره مسابقه کتابخانی را برگزار کردیم. دوره اولش در یکی از ولایات، در ولایت بامیان برگزار کردیم. 3 دوره دیگه را در شهر کابل که هم خوشبختانه با استقبال گرمی جوانان و نوجوانان همراه شدن، حدوداً 3000 نفر اشتراک کننده داشتیم در مسابقات کتابخانی خود. همچنان شخصیت های بزرگ هم از این برنامه استقبال کردند. بعضی از رسانه ها برنامه های ما را تحت پوشش قرار دادن و استقبال کردن. بسیار خوب. معلوم میشه که حالا فرهنگ کتابخانی تا اکنون هم باقی است که طرفدار زیاد داره، با همین مسابقات برگزار میشه یا به شیوه مختلفش که میباشه، واقعا که خیلی خوشایند است. خب شما گفتین در حدود 8 سال میشه که شما فعالیت دارین. بیشتر فعالیت هایتان در مرکز بوده یا در ولایت همچنان؟ بیشترین فعالیت ها در مرکز بوده. نمایندگی ما فقط یک نماینده فعلا در ولایت بامیان فعال شده. بسیار خوب. و در برنامه های آینده خود داریم که نماینده های دیگه ایجاد شد، گسترش پیدا بکنه در دیگه. در کدام ولایت ها؟ چون زمانی که یک پلان آماده میشه، بیشتر اولویت حالا به کدام ولایت ها داده شده؟ چون به دیگه از ولایت ها گفتین که یک نمایندگی داریم. دیگه کدام ولایت داره؟ متاسفانه فعلا کشور در یک وضعیت ناامنی به سر میبره. ما با توجه به وضعیت امنیتی کوشش میکنیم که معمولا جایی را انتخاب میکنیم که امنیت و آرامش باشه. در ولایت پروان تعداد از محصلین با ما همکار هستند و هماهنگ هستند. اونجا قرار است و ولایت دایکندی قرار است نمایندگی ایجاد شود. بسیار خوب. انشالله آرزومند هستم که موفقانه پیش برین در زندگی و همیشه شما فعالیت های زیاد را به جوانان انجام دهید. مشخص تمام فعالیت هایتون به جوانان بوده و تا اکنون هم با این ده پلان هایی که دارین میشه مورد از هم معلومات دید. البته در قسمت فعالیت ها هم کمتر صحبت شد. یک بخشش برگزاری مسابقه کتابخانی بود. دیگه بخشش خود دنیا دارد. درست است. خب یکی از ضرورت ها و نیازهای جامعه باز هم همین حق تعلیم، تحصیل
که از حقوق اساسی انسانی و اسلامی هر فرد است و یک از ضروریات‌ها و نیازهای هر جامعه هم هست. اما در کشور ما متاسفانه اکثریت در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارند. اکثریت به خاطر مشکلات اقتصادی نمیتونن که درس بخوانن و ادامه تحصیل بکنن. در این قسمت هم ما با توجه به این ضرورت با بیش از حدود 20 نهاد ما تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم که در مدت 7-8 سال فعالیت، سال 8 است امسال. کسایی که مشکل جدی اقتصادی دارن و نمیتونن که به تحصیلشان ادامه بدن، ما بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با از اونا امضا کردیم تعدادشان بورسی رایگان هست و تعدادشان هم تخفیف‌های قابل ملاحظه. با توجه به این تفاهم‌نامه ما جوانایی که خیلی مشکل اقتصادی داشتن معرفی کردیم، هم در دانشگاه‌های خصوصی، انستیتوت‌ها، مراکز آموزشی، بخش زبان انگلیسی، کامپیوتر، اینا که مجموعاً در مدت 7 سال فعالیت بیش از 500 نفر را ما در بخش‌های مختلف چه بورسی‌های رایگان چه تخفیف‌های قابل ملاحظه معرفی کردیم و فعلاً هم برنامه‌های ما ادامه داره. کسایی که زیاد مشکل اقتصادی دارن میتونن که بازم مراجعه بکنن. ما در حدی که ظرفیت وجود داره میتونیم همراهشان همکاری بکنیم. دیگه از بخش‌های فعالیت ما برگزاری چندین دور جشن فراغت محافل فرهنگی بوده. جشن‌های فراغت، 3 دور جشن فراغت برای محصلین برگزار کردیم و 2 دور جشن فراغت برای دانش آموزای مکاتب. هدف ما از برگزاری جشنواره‌ها هم تشویق و ترغیب بیشتری دانشجویان و دانش آموزا برای ادامه فراگیری علم و دانش بوده. و دیگه می‌دونیم که ورزش هم یکی از ضروریت‌ها و یکی از پایه‌های یکی از پایه‌های اجتماعی جامعه است. در قسمت ورزش هم کمیته ورزشی ما داریم که فعالیت‌ها و برنامه‌های خود داره. ما تا فعلا 3 دور تورنمنت فوتسال در سطح کلان را به هدف وحدت و انسجام جوانان و همچنان بالا رفتن ظرفیت‌های ورزشیشان برگزار کردیم. بسیار خوب. دیگه برگزاری سمینارهای علمی، گفتمانهای علمی، یعنی فعالیت‌های زیادی داشتید. بله، در تمام مرحله. بله. بسیار خوب. ممنون شما، همیشه موفق باشید. تشکر. سلامت باشید. ممنون از تشریف آوردین و بیشتر از خودتان شنیدین. تشکر از دعوت شما. موفق باشید. زنده باشین. ممنون از تک تک شما ما را همراه باشین و تنها نگذارین. فعلا وضعیت آب و هوا را با هم اینجا تماشا میکنیم.